خب یکی از بحثایی که در اعتراض‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته مطرح شد، موضوع مشارکت جنبش‌های اقلیت‌ها در تحولات سیاسی و اجتماعی ایران بود. عده‌ای معتقد بودند که در شرایط بحرانی سال گذشته میبایست اختلافات قومی کنار گذاشته میشد تا به حرکت‌های معترضان انسجام بیشتری داده میشد. اما عده‌ای هم به این نظرگاه نقد داشتند و معتقد بودند و هنوز هم هستند که نباید موضوع اقلیت‌های قومی را تحت هیچ شرایطی قربانی موضوعی دیگر کرد. این مسئله در مورد جنبش‌های زنان هم البته صدق می‌کند. اینکه اولویت با کدومه؟ علاوه بر این وجوه مشترک دیگری هم میان جنبش زنان ایران و اقلیت‌ها وجود داره و البته احتمالاً تفاوت‌هایی هم در این میان مطرح. این سوال‌ها و سوال‌های دیگر در ارتباط با موضوع قومیت و زنان رو امشب با خانم ناهید بهمنی، سخنگوی تشکل حقوق زن کرد اصلاح می‌کنم و حقوق بشر در میان می‌ذاریم. سلام خانم بهمنی، خیلی خوش آمدید. متشکرم، درود به شما و بینندگان عزیز. خانم بهمنی، بذارید اول از این سوال شروع بکنم که شما اساساً با اقلیت خواندن کردها، ترکها، عربها، بلوچها و غیره موافقید؟ اصلا با این واژه شما موافقین؟ بله، سوال خوبی است. من اگر تک تک این ملیت ها رو مورد بحث قرار بدیم، بله، از لحاظ جمعیتی و حتی از لحاظ مکان اجتماعیشون اقلیتن. منتها جالب اینه که ایران یک کشور کثیر المله است که درصد بالای جمعیتش رو همین ملیت‌های حاشیه نشین تشکیل دادن. یعنی اگر همه رو مجموعاً با هم در نظر بگیرین، مطابق تازه آمارهای ناقص بیش از 60% جمعیت ایران رو همین ملیت‌های حاشیه نشین خارج از مرکز تشکیل میدن. خب پس یعنی اگر که این واژه درستی نیست، فکر کنیم باید از چه واژه استفاده کرد به جای اون؟ بستگی داره طرز استفاده و کاربردش در موضوعات و مکانها و جاهای مختلف. شما اگر راجع به کردها صحبت کنین، به نسبت کی اقلیت؟ یا ترکها به نسبت کی اقلیت؟ اتفاقا ایران از این لحاظ از موقعیت منحصر به خودی برخورداره، چون هیچکی در جامعه ایران اکثریت نیست و از این لحاظ شرایط برای ائتلاف و همکاری و صلح پایدار و همزیستی مسالمت آمیز اتفاقا در جامعه ایران بیش از هر جای دیگه در منطقه فراهمه. یعنی کسی رو بر دیگری برتری و ترجیح دادن به نظر من پایه های این صلح مسالمت آمیز و همزیستی مسالمت آمیز رو تضعیف کردیم. ولی خب اگر هر کدوم رو جدا مورد بررسی و تحلیل قرار بدیم، خب طبعا مسئله جمعیت، مسئله جایگاه اجتماعی و همه اینها مورد بحث قرار داده خواهد شد و کسی اصراری نداره که هر ملیتی رو غیر از اون ساختار به اصطلاح جمعیتی واقعی که داره قلم داد بکنه. بله، مثلا کردا به نسبت کل جمعیت ایران اقلیتن. خب خانم بهمنی، همین واژه اقلیت رو خب برخی فعالان حقوق زن در ایران هم زنان رو جز اقلیت ها حساب میکنن. شما با این تعبیر موافقید و اصلا فکر میکنید که این لفظ ریشه در کجا داره، لفظ اقلیت؟ من خودم موافق کاربرد این واژه بخصوص در مورد زنان نیستم، چون خیلی معمول و متعارفه که میگن نصف جامعه رو جمعیت زنان تشکیل میدن و اقلیت گفتن و رجوع به این واژه به نظر من به خودی خود یک وسیله ایست برای دست کم گرفتن مسائل این بخش که اقلیت بهش عنوان میشه، حالا چه ملیت ها، چه زنان و چه گروه های اجتماعی دیگری که به نحوی از آنها مورد ستم قرار میگیرن. یه نوع خود
تفویض این واژه به این گروه های اجتماعی به معنای فراافکنی و گوش خود رو کر کردن از جایگاه اجتماعی و مطالباتیه که این اقشار و گروه های مختلف ممکنه داشته باشن. خب الان خانم بهمنی، فکر میکنید اصلا این بحث به جاییه که میان خواستهای اقلیت‌ها و خواستهای زنان مشابهت وجود داره؟ بله بسیار. میشه بگید این مشابهت‌ها چیا هستن؟ ببینین، ساختارهای تبعیض‌آمیز در جامعه ایران همیشه یه عده رو به حاشیه رونده، یعنی از گروه ها، اقشار و طبقات مختلف اجتماعی هر کدوم به دلیلی به حاشیه رانده میشن و عده‌ای در مرکز توجهات اجتماعی و کل سیستم قرار میگیرن. من فکر میکنم خود ملیت ها از به حساب نیاوردن وجهه اجتماعیشون و از صدور احکامی که به نحوی از انها اونها رو در حاشیه قرار میده یه وجه مشترکی با مسئله زن دارن. مسئله زن از بابت قوانین شرعی نهادینه شده ستم میکشه و از بابت همین قوانین اتفاقا اقلیت های ملی به نوعی در ستم هستن. شما فرض کنی به عنوان مثال مردم کرد رو در نظر بگیری، اینا حتی از لحاظ دینی به مذهب شیعه تعلق ندارن، اینها سنی هن. یعنی فراتر از جنبه مسئله تبعیضات ملی اونها از بابت مسئله دینی هم در ستم قرار دارن. مسئله زنان هم از این لحاظ مشابهت زیادی داره، چون به خاطر اولین به خاطر جنسیت زن بودن در ستم قرار میگیره و بعد به خاطر تمامی قوانین مردسالار که حتی فراتر از قوانین شرعی هم در ستم قرار میگیره. اینها یه جاهایی وجوه مشترکی پیدا میکنن که به نظر من بستر مبارزات و همکاری های دو جانبه شون رو بیش از پیش فراهم میکنه. حالا اگه بخواین بر سر این صحبت کنین، من نمیدونم چقدر وقت هست. بله که من میخوام دقیقا یه موضوع دیگه پیش از پرداختن به سالهای دیگه یه موضوع در همین رابطه ازتون بپرسم. حالا برای اون شباهتی رو که بین این دو موضوع گفتید که همون مبارزه با نابرابریه که وجه مشابهت این دو موضوعی که ما الان باش صحبت کردیم هست، ولی قطعا این دو بحث یعنی این دو موضوع تفاوت‌هایی هم دارن، یعنی اون بحث جنبش اقلیت‌ها و جنبش زنان تفاوت‌هایی هم وجود داره بینشون. موافقید اصلا با این قضیه و فکر می‌کنید اون تفاوت‌ها چیا هستن؟ بله حتما تفاوت‌هایی دارن. اینا تو دو وجه مشترک متفاوت معضلات اجتماعی هستند که هر کدوم خواص و یعنی وجوه مشترکی با هم دارن و تفاوت‌هایی را هم حائز میشن. به عنوان مثال شما فکر بکنین در طی 30 سال اخیر ما داریم راجع به جامعه ایران صحبت میکنیم، تمام مصائب و ستمهایی که بر زنان وارد شده کمتر از اون بر اقلیت‌های ملی و یا ملیت‌های ایرانی وارد نشده. در الان بعد از 30 سال هنوز زن ایرانی وارد فازی نشده که بتونه حق طلاق ابتدایی ترین حق شخصیه رو برای خودش احراز بکنه. از همین کانال ملیت‌های ایران هم شخصی ترین بهره‌مندی از حقوق شخصیشونو که اتفاقا خیلی هم جایگاه مهمی در امر تبعیض ملی داره که عبارت از استفاده از زبان مادری و کاربرد این زبان در آموزش و پرورش رو نتونسته به دست بیاره.